درود بر شما. هشتم مهر ماه 1401 خورشیدی و 30 سپتامبر 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به موقعیت سپاه پاسداران و نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی به طور کلی در قیام سراسری مردم و سلبریتی هایی که با سکوتشون در این موقعیت در کنار حکومت ایستادن. پرده آخرم آخر برنامه. ببینین، اعتماد نکردن به مردم، صغیر دیدن مردم، نابالغ و بچه دیدن مردم، که اینها اصولا در شریعت اسلام به وسیله آخوندها رواج داده شده، اینکه ما باید برای مردم تصمیم بگیریم در مورد مرگ رهبر جمهوری اسلامی و اصلا وضع فعلیش، مرده نمردش، هرچیش داریم به وضوح میبینیم. مدتی است خامنه‌ای پیداش نیست. تا لحظه ضبط این برنامه فعلی هم هیچ خبر رسمی دربارش منتشر نشد. یه سخنرانی ازش پخش شد در شب پنجم قیام وسط اعتراضات سراسری و مرگ بر خامنه‌ای، گفتن مردم و حمایت‌های بین‌المللی از قیام مردم. چهارشنبه اولین هفته قیام. سخنرانیش درباره جنگ ایران و عراق بود. قبلا گزارش دادم تو این برنامه، بدون اشاره حتی یک کلمه به آتش گرفتن مملکت در خیابونا. الان دو هفته، بیش از دو هفته از اون سخنرانی خامنه‌ای که بسا از پیش ضبط شده بود برای همچین روزایی گذشته. آخرین پدیداری عمومیش قبل از شروع اعتراضات بود. نیمه شهریور ماه دیدارش با خبرگان که همیشه بلا استثنا بعد از نشست خبرگان رهبری برگزار میشد لغو شد. سوم مهر ماه هر سال که در رحلت پیامبر اسلام بلا استثنا سخنرانی میکرد، خامنه ای مفقود بود. این نگفتن حقیقت به مردم بدیهی است که به خاطر ترس از مردمه. ترس که باشه دروغ گفته میشه، هر کی به ترس دروغ میگه. ولی یه سودی میخواد ببره حکومت از این نگفتن حقیقت. میخواد ببره. پخش شایعه مردن خامنه‌ای تردیدی نیست که هیجان مردمی از شنیدن ناگهانی این خبر رو کم میکنه. وقتی شما صدای خشخشی را بندازین و تدریجا زیادش کنین، دیگه اون انفجاری که رخ میده اثر ناگهانی صدای انفجار رو نداره. من دیگه نمیگم این شایعه رو پخش نکنین، تا به زرس قاطر ندونین دنبال این چیزا نرین. بذارین خبر مرگ، اون انفجاری رو که منتظرشین، به وجود بیاره. نه با صدای خشخش یواش یواش بی اثر بشه. اصلا خیلی از مردم که تو خیابونن امید بستن به اون صدای انفجار. عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و کارشناس سیاسی در تسنیم رسانه سپاه، یه مطلبی نوشته وسط همین اخبار و شایعات که فقط اسم خامنه ای رو نمیاره، رسماً میخواد الغا کنه که مرده. چرا فکر میکنن با نبود معلمان استقلال این ملت از راهی که در پیش گرفته باز خواهد ماند؟ مگر فقدان معلم بزرگ انقلاب استقلال طلبانه، انقلاب 57 رو میگه، نمیفهمه که استقلال یعنی حق تعیین سرنوشت، حقی که از مردم ایران گرفته شد با رهبری خمینی. من اگه نتونم سرنوشت خودم رو تعیین بکنم، من مستقل نیستم، یک کشورم همینجور. این یعنی استقلال. حالا باری، مگر فقدان معلم بزرگ انقلاب استقلال طلبانه حرکت در این مسیر را کند کرد؟ خیر. در فاصله بسیار کوتاه، سال 68 میگه، بدون هیچ گونه رقابتی معلمی دیگر توسط مرجع قانونی منتخب مردم جای وی را گرفت، یعنی خامنه‌ای در مجلس خبرگان
جای وی را گرفت. در آینده نیز همین تجربه تکرار خواهد شد، زیرا رهبری معنوی در ایران به عنوان یک پدیده برای سیاست پیشگان قابل فهم نیست، نه در مورد دوران رهبری امام قابل فهم بود و نه در این دوران. در مخیله ایران نمی گنجید که امام با آن همه محبوبیت که بدرقه تاریخی ملت ایران از او خود بهترین و گویاترین شاهد بود، کمترین توجهی به مقوله قدرت چه برای خود چه وابستگان نداشته است. در مورد دومین معلم استقلال این ملت نیز، یعنی حضرت امام خامنه ای، این واقعیت برایشان قابل هضم نیست. در پایان باید گفت همین عدم شناخت دشمنان از ایران امروز تا کنون موجب تداوم مسیر دشوار استقلال شده است. خب ببینین توی همچین موقعیتی خبرو چیه؟ خبرویی که به دست ما رسیده نشان می‌دهد که آشفتگی و اختلاف در مورد چگونگی گزینش رهبر نظام به جای خامنه‌ای و برخورد با قیام سراسری مردم در حکومت جدی است. مجلس خبرگان رهبری دو دسته شده. یه دسته از رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای حمایت می‌کنن و یه دسته می‌خوان شورای رهبری جای خامنه‌ای رو بگیره، که البته مجتبی هم میشه عضو این شورای رهبری و باز البته همون نتیجه حکومت موروثی فلان میشه، خلافت موروثی هرچی. در مورد برخورد با اعتراضات سراسری مردم، این نکته که من گفتم درباره مجلس خبرگان، انقدر این اختلاف جدی است که حتی خامنه ای که یا مرده یا چنان بیمار است که نمیتونه به هر حال در جلسات شرکت بکنه، کسانی که دوربر مشتبه خامنه ای هستند و بودن شایع کردند و گفتند که اصلا خامنه ای به این دلیل، به این دلیل، آقا به این دلیل که مجلس خبرگان دو دسته شده نیامد در دیدار با مجلس خبرگان شرکت کنه بعد از اجلاس مجلس خبرگان، این به این معنی است که غیر از حلقه بسته چند نفری دور خامنه ای، بقیه هم هنوز نمیدانند که دقیقاً این آقا خبر مرگش رو باید داد یا اینکه هنوز زنده است ولی به شدت بیمار. باری درباره اعتراضات سراسری مردم، شورای عالی امنیت ملی در روزهای اخیر 3 نشست دست کم داشته که هر 3 بدون جمع‌بندی تمام شده و به هیچ نتیجه واحدی نرسیدن. یکی از علتهاش این است که سپاه پاسداران در این حالیه که یک تشکیلات سراسری است، به دلیل تقسیم بندی استانی دچار مشکله. سپاه هر استان موقعیت متفاوتی داره با سپاه استان دیگر، به تناسب مردم اون استان، نیروهای اون سپاه استان و فرماندهاش، و طبیعتاً برخوردهای متفاوتی با اعتراضات مردم داره. حالا در این باره صحبت خواهیم کرد. قبلش بذاریم من یک گزارش کوتاهی بدم از عقب نشینی حکومت و تردید بدنی نیروی انتظامی و نیروی سرکوب در برابر قیام مردم. حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جمع نیروهای یگان ویژه سرکوب میگوید، میگه شک به خودتون را ندید. چرا؟ چون شک به خودشون را دادن. شک به خودتون را ندین. ما به فکر مردمیم که داریم این کارها رو میکنیم. حالا فیلمشو میبینین. میخواد نیروهایی رو که به تردید و تمرد افتادن قانع کنه مثلا. اونم ببینین با چه التماسی. ما باید دقت کنیم بچه ها، وظیفه‌مون رو خوب انجام بدیم. خدا رو در نظر بگیریم، دقت کنیم. مسیری که داریم میریم مسیر درست. امروز اگه اینجا ما وایسادیم به یکی میگون برو، یکی دست کن برای امنیت مردم، کاملا برای مردم، یعنی همین مردمی که ما همه جور خدمتشو میکنیم. او هم باید بچیم چرا؟ چون اگه کنترل دشن کنیم میره بانک ها دیگه یا اموال مردم برده میره، یه اتفاق میره کاملا برای مردم. هیچ کسی ما هیچ جایی مثل ما به فکر مردم بیرم بدونیم. این چند روز هم بچه خیلی خوب عمل کرد، محکم هم وایسید، یک ذره شک نکنید به مسیر. بدنه تردید داره چون اینا بچه های همین مردم هم.
خانواده دارن، خانواده هاشون همین بدبختی ها که بقیه میکشن کشیدن. مگه چقدر حقوق میگیره درجه دار یا افسر نیرو انتظامی؟ مگه افسر یا درجه دار انتظامی یا ارتش یا سپاه بچه های جوان نداره که بخواد آزاد زندگی بکنن؟ همونا تو خیابونا. از اون ور یه خبرهایی هست از پنهان شدن فرماندهان سپاه، فرماندهان ارشد سپاه و مخفی کردن خانواده هاشون برای تدارک خروج از کشور. با بالا گرفتن اعتراضات و ضد حکومتی در ایران، فرماندهان سپاه پاسداران اعضای خانواده های خود را به مکانی امن در تهران منتقل کرده و در آنجا تحت حفاظت قرار دادند. یک منبع مطلع که از اقوام نزدیک یکی از فرماندهان سپاه است به ایران وایر گفته که خانواده فرماندهان ارشد سپاه به دلیل ترس این فرماندهان از سرنگونی حکومت ایران توسط معترضان به مهمانسرای شرکت نفت در تهران که تحت حفاظت شبانه روزی است منتقل شدند. او همچنین گفته است که به آنها قول داده شده که در صورت شدت گرفتن اعتراضات و پیش از این که حکومت سرنگون شود به کشور گرجستان منتقل خواهند شد. این نقشه مهمانسرای شرکت نفت تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید مرتضی فیاضی، خیابان الهیه، نبش خیابان بوستان. بریم میبینین دیگه، نزدیک مجموعه فرهنگی شهید چمران هست. نظامی ها به جای اینکه مدافع مردم باشن دارن از دست مردم فرار میکنن، فرماندهان ارشدشون. نظامی ها موقع شکست از دست دشمن قاعدتا فرار میکنن، همیشه اسمش هم میذارن عقب نشینی. سوال این است که آیا جمهوری اسلامی میتونه دشمن خودش رو یعنی مردم ایران رو سرکوب و ساکت بکنه به واسطه همین نظامی ها؟ در خدمت سرهنگ پاسدار علی رضایی هستیم، جانشین پیشین اطلاعات سپاه استان اردبیل. خوش آمدید آقای رضایی به امشب صفحه آخر. من بلافاصله اجازه بدین که نخستین پرسشم رو عرض کنم خدمتتون. چه راه‌ها و ابزار مقابله با مردم دارد حکومت؟ راه‌هایی که شکست خورده، مثل آوردن بسیج به خیابونا که ظاهرا شکست خورده، با کمتر بسیجی می‌بینیم تو خیابونا، و چه راه‌هایی که همین الان داره استفاده می‌کنه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب راحتی و همه بینندگان عزیز و آرزوی تحقق آزادی عدالت و حکومت ملی در گستره ایران. این فیلمی که نشون دادی و سردار اشتری دلیل اصلی بر وجود این سوال در بدنه نیروهای انتظامی هست که دارن میگن که ما داریم امنیت رو در کشور با سرکوب مردم برقرار میکنیم تا دزدان بتونن کشور رو راحت تر تقابل بکنن. و سوال بعدی در داخل سپاه به وجود اومده که ما داریم از چی پاسداری میکنیم؟ اون دستاوردهای انقلابی که ما قرار بود ازش پاسداری بکنیم چی بود و داریم الان چیکار میکنیم؟ این باعث شده که بین بدنه نیروهای انتظامی و نظامی سپاه یک اختلاف گسترده‌ای به وجود بیاد و اینها سردرگم بشن. روش هایی که اینها معمول داشتن همیشه در برخورد با مردم، خب یک بخشش پیشگیری بود، یعنی اینها اولین کاری که میکردن این بود که کم به اجرای اصل 27 قانون اساسی ندن، به این تجمع مجوز ندن، بعد اگر اطلاعات داشتن که احتمالا میخواد تجمعی صورت بگیره، اون افرادی که قابلیت لیدری و شکل دهی تجمع رو داشتن بازداشت میکردن، در مرحله بعدی در اون منطقه‌ای که تجمع می‌خواست صورت بگیره حضور پیدا می‌کردن و افرادی رو که احساس می‌کردن برای تجمع اومدن اونها رو بازداشت می‌کردن. وقتی تجمع شکل گرفت با اقدامات پلیسی دهشت‌آور نظیر حمله و مانور سعی می‌کردن به اصطلاح تفرقه ایجاد بکنن، در مرحله بعدی بسیج رو وارد می‌کردن که بگن مردم در برابر مردم ایستادن، و در مرحله بعدی دست به اسلحه می شدن، حالا یا اسلحه های غیر کشنده، و در مرحله بعدی قتل عام. اون اتفاقی که در به اصطلاح خیزش اخیر شد، اون مرحله بسیج حذف شد، یعنی مستقیما از اون مرحله دهشت افشانی به مرحله دست بردن به اصطلاح رسیدن، که این هم دو چیز رو نشون میداد. اول اینکه
ریزش در بدنه بسیج خیلی زیاد بود و نتونستن بسیج رو وارد بکنن. دوم اینکه نگرانی خیلی بزرگی پیش رو هست که مرتبط با تغییرات در رهبری هست. بسیج رو نتونستن وارد بکنن یعنی اینکه یعنی چی؟ مگه بسیج یک نیروی سازمان یافته زیر فرماندهی سپاه پاسداران نیست؟ چجوری نتونستن واردش کنن؟ نه، بسیج که نیروی رسمی سپاه نیست، اینها سازماندهی شدن در قالب گردانهای امام حسین، گردانهای امام علی و رده‌های مختلف نیروی مقاومت بسیج. اینها رو فراخوان میدن که بیان و در این سازماندهی شرکت بکنن. در دو سال اخیر در اکثر تجمعاتی که میخواست صورت بگیره فراخوان‌هاشون به شکست خورد، لذا حتی گردان امام علی که اصلی ترین گردان سرکوب سپاه بود، نیروهای بسیج، اینها رو هم نتونستن تحقق پیدا بکنن و اومدن پرسنل یگانهای رزم سپاه رو در اینها تزریق کردن. این نشون میده که واقعا دیگه نمیتونن روی بسیج به عنوان یک نیروی سرکوبی، به عنوان یک نیروی داوطلب حساب باز بکنن. آقای رضایی، علتش را یا فکر میکنید این است که پیوستن به بسیج کاهش پیدا کرده یا دیگه نمیپیوندن بچه ها به بسیج، یا اینکه یا نمیدونم، آخه خانواده ها مثلا همیشه من ذهنم درگیر این هستش که به هر حال خانواده های این افراد هم هستن که میتونن دخالت بکنن، همه خانواده هاشون که به قول ما قدیمی ها حزب اللهی نیستن که، بسیجی نیستن که. ببینید، یکی از سرداران ازشون سوال شد که آیا چقدر به اصطلاح جمهوری اسلامی و سپاه در سقوط داعش نقش داشت، چقدر آمریکا نقش داشت. این جوابی که داد خیلی جالب بود، گفت که واقعیت این هست که داعش رو نه ما شکست دادیم و نه آمریکا. داعش به این دلیل شکست خورد که اون ایدئولوژی که باعث شکلگیری یک دریان افراطی نظامی، شبه نظامی و تروریستی شده بود، این از بین رفت و این خود به خود فرو پاشید. این اتفاق برای جمهوری اسلامی هم داره اتفاق میفته که اون ایدئولوژی آرمانگرایانه، مقدس مآبانه، وصل به خود که ارزشی نداره و این باعث شده که نه تنها بسیج دیگه انگیزه برای پیوستن به سپاه و حاکمیت نداره، بلکه اونهایی که در درون حاکمیت به عنوان نیروهای مسلح هستن هم سوالات بسیاری براشون در حوزه ایدئولوژی که به اصطلاح جمهوری اسلامی به وجود اومده. آقای رضایی، الان شما در پاسخ سوال اولا مرحله بندی کردین که در گذشته چجوری طبق سازمان کار به اصطلاح کار سازمان یافتشون چند پنج مرحله رو شمردیم. الان در چه مرحله ایه؟ در چه مرحله سرکوب قیامه جمهوری اسلامی؟ خود سپاه یک مقدار مردد بود در این اتفاقات اخیر که مستقیما دست به اسلحه نبره. خیلی تلاش کردن که نیروهای سپاه به عنوان کمکی نیروی انتظامی عمل بکنن و اگر قرار باشه وارد بشن و مسلحانه بخوان برخورد بکنن، از لباس نیروهای مسلح دیگر استفاده بکنن. بازداشت‌هایی که در شهرهای مختلف شده هم همینطور هست. اونهایی که در میدان اینها رو بازداشت کردن سعی کرد اطلاعات سپاه مشخصاتش رو بده و از طریق نیروی انتظامی این اقدام صورت بگیره. لذا از یک طرف اینها به شدت احتیاط میکنن که مانند آبان 97 به اصطلاح تعداد کشته زیاد بود دستشون نمونه، از طرف دیگر چون غافلگیر شدن به نوعی نتونستن رسانه ها رو، اینترنت رو به موقع درست کنترل بکنن، نگرانیشون از فیلم هایی که وجود داره و اون عواقبی که براشون هست وجود داشت. با این وجود خب جمهوری اسلامی در سابقه خودش نشون داده که اون جایی که لازم باشه از خشونت نمیپرهیزه و دست به جنایت هم میبره. در همین اتفاقات اخیر ما میبینیم که جنایت های فجیعی شده، از جمله شهادت اون دختر جوان خانم حدیث نجفی انقدر جنایتکارانه بود که تمام اون جریان سایبری رو بسیج کردن که اصلا زیر سوال ببرن شهادت این دختر رو، در حالی که خب شاهدهای وجود داشتن و با یکی از شاهداش من از نزدیک صحبت کردم. این دختر جوان سرشار از انرژی و عشق و زندگی میاد اعتراض میکنه در برابر اون مأمور انتظامی، وای میسته و شعار مرگ بر دیکتاتور میگه.
یکی از مأمورین میاد و سعی میکنه که این رو آروم بکنه و بهش با زبان نسبتاً خوش که دختر برو الان میزنن چیکار میکنه و این حرکتی نمیکنه، به شعارش ادامه میده. مسئولش میاد میگه که بزنش، این مأمور نمیزنه، خود مسئول دو قدم میره عقب، اسلحه رو میگیره تو صورت دختر و از فاصله نزدیک به چهره ایشون شلیک میکنه. خب این همون هرمله ای هست که سالها دریان روحانی از این به عنوان مثلا یک جنایت تاریخی که 1400 سال قبل اتفاق افتاده این هست. چنین جنایت های انقدر وحشتناک هست که خودشون هم میترسن که به اصطلاح دامن زده بشه، اصلا مشخص بشه، لذا میان دست به تکذیب چنین اتفاقاتی میکنن. لذا عرض کردم اون جایی که لازم باشه از جنایت هم پرهیز نمیکنن. ببینید آقای رضایی، اولا اون کسی که اون فرماندهی که این تیراندازی رو به حدیث کرد، شما هیچ اطلاعی ازش دارین؟ میدونین کیه؟ متاسفانه اطلاعات از مشخصاتش ندارم و این تقاضا رو از نیروهای مسلحی که اونجا بودن، از شاهدهایی که اونجا بودن، چون این یک جنایت هست، این رو حتما اگر هویتش رو میدونن به مردم معرفی بکنن. ببینید اصولا سپاه، شما از اطلاعات، یعنی گفتین که اطلاعات سپاه اسم مشخصات مردم رو در این قیام اونایی رو که میخواد بازداشت بکنه، که الان هم بیشتر داره بازداشت میکنه، اینها رو میده به نیروی انتظامی، نیروی انتظامی میره بازداشت میکنه، خیلی هم وحشیانه میبینیم بازداشت میکنه، خب جوابش خیلی جواب میگیره. نقش سپاه به عنوان یه نهاد تصمیم ساز در جمهوری اسلامی، در ایجاد شرایطی که ایران رو امروز به اینجا رسونده، چقدر تعیین کننده بوده؟ ببینید سال 57 یک جمع کثیری از مردم ایران بر اساس اون مسائلی که در کشور بود احساس میکردن که شرایط آزادی، شرایط اعتقادی، شرایطی که حالا اون موقع تبلیغ شده بود مناسب نیست، انقلابی رو شکل دادن، حکومت رو عوض کردن، شعارها هم مشخص بود، اون چیزهایی که میخواست مردم، استقلال بود، آزادی بود، اسلامیت بود، عدالت بود، نام بود، کار بود، اون دستاوردهای انقلاب این مسائل بود. اومدن یک رده ای رو، تشکیلاتی رو به نام سپاه پاسداران درست کردن که از این دستاوردها حفاظت بکنه. اتفاقا من معتقد هستم اگر قرار باشه فرماندهان سپاه رو روزی محاکمه میکنن، اولین اتهامی که بهشون وارد هست این هست که شما چرا از انقلاب اسلامی دفاع نکردید، چرا از انقلاب اسلامی حفاظت نکردید. مشکلی که الان در کشور وجود داره این هست که اون آزادی که ملت اونجا میخواستن، طبیعتاً آزادی ظاهری و نمیدونم حجاب و اینا که نبود، این آزاد بود، آزادی بیان بود، آزادی عقیده بود، آزادی رسانه بود، آزادی اجتماعات بود، آزادی تحزب بود، این مسائل رو میخواستن که آزادتر نسبت به اون دوران باشه. همین افرادی که امروز سرداران سپاه هستن، امروز خودشون رو انقلابی میدونن، همون زمان در واقع همین 20-16 ساله های شبیه امروز بودن که آتش میزدند، نمیدونم مغازه‌ای که احتساب نمیکرد غارت میکردند، مأمور شهربانی رو، کلانتری رو به نمیدونم پشت ماشین میبستن، قتل میکردن. همین افراد که خودشون رو انقلابی میدونستن و میخواستن از اون ارزش‌ها دفاع بکنن، الان به مراتب بدتر و شدیدتر اختناق رو در کشور به وجود آوردن. لذا هر اتفاقی که در کشور اومده افتاده، هر اتفاق منفی که افتاده، حتی چه در قوه قضاییه، چه در قوه مقننه، چه در دولت و مجموعه حاکمیت، مقصر اول و اصلیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست که از انقلاب اسلامی نتونسته پاسداری بکنه. آقای رضایی فکر میکنین که چقدر امکان داره که سران سپاه در آخرین لحظات نیروهاشون رو ول کنن و فرار کنن از کشور؟ ببینید فرماندهان سپاه رو میشه به دو دسته تقسیم کرد، اونهایی که عامل هستن مثل همین فرماندهان سپاه های استانی و فرماندهان تیپ و لشکر و اینهایی که در استانها و یگانها هستن. خب اینها
بیشتر به عنوان سرکارگر به اصطلاح محسوب میکنن، یعنی حتی در حاکمیت اینها رو حساب نمیکنن. اگر برید رزومه اینها رو بررسی بکنید، اکثرا تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم دارن که در دانشگاه امام حسین حالا آوردن یه دوره‌ای براشون گذاشتن که یه معادل فوق دیپلم لیسانس بهشون بدن که اعتماد به نفسشون بالا بره. یک به اصطلاح طیف آمر هم هست که سرداران سطح کلانی هستن که خیلی ها اصلا چهره هاشون هم مشخص نیست، اسمی ازشون هیچ جا نیست. اینها اون تصمیم سازها هستن که دارن هدایت میکنند مجموعه سپاه رو در کنترل همه ابعاد اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور. برای این افراد خب قطعاً، نه اینکه قطعاً میگم، یعنی بر اساس اطلاعات میگم، شرایط خروج از کشور رو از سالها قبل، یعنی از دهه 80 فراهم کردن، پس از حوادث که در تهران اتفاق افتاد 88 و البته قبلتر از اون که دولت آقای احمدی نژاد وزارت نفت رو در اختیار سپاه گذاشت و سردار رستم قاسمی اومد اونجا، بخش بزرگی از صنعت نفت دیگه ملی نشد، یعنی صنعت نفت رو در اختیار بخشیش رو قرارگاه خاتم الانبیا قرار دادن که خود رستم قاسمی از اونجا اومده بود. خب قیمت نفت هم خیلی زیاد بود، اینها هم میگفتن که به خاطر تحریم‌های وارده ما بایستی از طریق دور زدن بتونیم نفت بفروشیم. اینا اومدن هم نفت ملی رو گساق کردن، هم پولش رو به دولت ندادن، بلکه اووردن یک فردی رو، حالا این رو اولین بار هست شاید کلا رسانه‌ای میشه، فردی به نام آقای علی چاخاری وجود داره، ایشون اصالتا تبریزی هست ولی خب اون اوائل انقلاب از ایران رفته بوده، اقتصاد خونده، حدود 30 سال ساکن سوئیس بوده و با یکی از شرکت‌های کارگزاری کریدیت بانک سوئیس ایشون همکاری می‌کرده. آقای رضایی معذرت می‌خوام، این قسمت برای اینکه مهمه، همینطور که میگین اولین بارم داریم میشنویم، از اول بگین، منتها قبلش می‌خوام ببینم این آقای علی چاپاری گفتین؟ بله. این علی چاپاری همون کسی نیست که با مشخصات که ازش دادین که پدرش یکی از فرماندهان نیرو انتظامی بود قبل از انقلاب که در جریان انقلاب اعدام شد؟ من با ایشون نزدیک به 3 ماه، شایدم 4 ماه همسلول بودم در زندان تبریز. در واقع زندان تبریز یک بخش ویژه داره که اونهایی که ممنوع تماس و ممنوع ملاقات هستن اونجا نگه میدارن. در اون دوره ای که من رفتم اونجا، البته قبل از من ایشون و آقای دکتر بهراب و دکتر عادلی شهردارهای تبریز اونجا بودن، من هم اونجا شدم، تقریبا ما 4 نفر هم سلول شدیم. البته بعدن اون 2 نفر شهردار آزاد شدن ولی ما موندیم، لذا ارتباط بسیار نزدیکی داشتم. البته این خودش ابتدا به من شک میکرد که شاید مثلا منو فرستادن که از این اختلاف بگیرم. ماجرا چی بود؟ ایشون بله همین شخص هستن، پدرشون قبل از انقلاب رئیس در واقع راهنمای رانندگی بوده، دوره انقلاب زندانی میشه و حکم اعدام هم بهشون میخوره، ولی تا اونجایی که من متوجه شدم اعدام نمیشه، حالا به خاطر سن بشه یا شرایطی توی به هر حال، شاید هم فوت میکنه در زندان. به هر حال ایشون میره خارج از کشور و نهایتا در دوره احمدی نژاد که ایشون رو پیدا میکنن که یک فردی هست که میتونه حساب بانکی از طریق این باز بکنن، سپاه و مستقیما قرارگاه خاتم الانبیا بهشون وصل میشه. ایشون اون چیزی که خودش میگفت، برای حدود 200 نفر از سرداران سپاه در کریدیت بانک سوئیس حساب باز میکنن که خب طبیعتا این حساب برای این هست که در شرایط لازم هم اینها رو خانواده هاشون رو از کشور خارج میکنن، هم بخشی از اینها رو برای مبارزه، یعنی در واقع توضیحشون این هست که اگر زمانی حاکمیت ساقط بشه ما پشتوانه مالی داشته باشیم که بتونیم دوباره این حاکمیت رو به دست بیاریم. و ریزش رو میدونین که چقدر این هزینه مالی بوده هست و این 200 فرمانده ارشد سپاه آیا گزینش شدند پیشا پیش هستند و چقدر اطلاعات دقیق تر دارین؟ خلاصه ببین، اطلاعاتی که من الان حضور ذهن دارم این بود
سردار امین شریعتی که معاون رستم قاسمی در واقع معاون قرارگاه خاتم الانبیا بود به ایشون وصل میشه و این سردار هست که افراد رو به ایشون معرفی میکنه که برای چه کسی حساب باز بشه. مجموع پولی که در حساب ها ریخته شده حدود 200 میلیارد دلاره. البته علتی که ایشون فرد رو بازداشت کرده بودند هم جالب هست. به ایشون وعده داده بودن که بالاخره دیگه امنیت داری و میتونی بیای بری کشور و اینا. ایشون هم اومده بود، حالا قطعا یه فرساندی هم گرفته بود، اومده بود و در تبریز یک شرکت صنایع غذایی رو به نام آریان تبریز راه اندازی کرده بود. وزارت اطلاعات بر اساس اون اختلافی که با سپاه داره و میخواد سر در بیاره از کارها، ایشون رو بنا به دلایل اقتصادی مثلا بازداشت کرده بود، در حالی که یک فرد اقتصادی رو که نمیارن در بند ویژه ممنوع تماس ممنوع ملاقات نگه دارن. اوورده بود اینجا که این 200 نفر رو بتونه که اینها کیا هستن. ایشون هم تا اون موقع مقاومت میکرد، دلیلش این بود که فکر میکرد دوباره احمدی نژاد رأی میاره ازش حمایت میکنه یا سپاه میاد این رو نجات میده. این در حالی بود که چون بازپرس ما دو نفر هم یکی بود و من بعداً تحویل حفاظت اطلاعات سپاه شدم از وزارت اطلاعات، من این ماجرا رو که به حفاظت اطلاعات سپاه گفتم دیدم که اونها خیلی خیلی راضی هستن از این که این فرد در زندان هست. حتی خبری رو از بازپرس بهش آوردن که رقم بین 500 تا 700 میلیارد دلار هست. ایشون سکته کرد، یعنی من شاهد سکته کردن ایشون در زندان تبریز بودم. حالا عمدن این خبرها رو میرسوندن که ایشون رو به قتل برسونن یا چی؟ نهایتا این خودش گفت که نه، 700 میلیارد نیست، این 200 میلیارد دلار هست. بعد همینشون رو به بند فرستادن. من اطلاعی ندارم که واقعا اونجا تو زندان آزاد شد، فوت کرد، سربنیست کردن، و فکر میکنم که سوژه بسیار جالبی هست برای اونهایی که دنبال حقیقت و عدالت و در واقع خبرنگارهای آزادی که برن این رو پیدا بکنن، و اگر خودش یا اطرافیانش صدای من رو میشنوه امیدوارم که با رسانه ها تماس بگیرم و این ظلمی که به ملت شده، سرقتی که صورت گرفته و امنیتی که برای سرکوبگران فراهم آوردن این به نوعی آشکار بشه. این آقایی که درباره اش صحبت میکنیم، علی چاپاری، در زندان با شما با دو تا از شهردارهای زندانی تبریز شما در یک اتاق بودید، چهار نفری ممنوع ملاقات بودید، و یعنی اون دو شهردار تبریز هم که اسمش رو خواهش کنم یه بار دیگه بگین اسمشونو. آقای دکتر بهرا بودند و آقای دکتر عادلی. یعنی اونا هم شاهد این ماجرا هستن؟ بله، علاوه بر اینکه اونا شاهدند، دو نفر از سه نفر از زندانیان سیاسی هم به نوعی مدت کوتاهی رو اومدن. حالا اسمشون رو نگه، چون زندانیان سیاسی امنیت ندارن، ولی شهر داره به هر حال از ابواب جمعی خود حکومتن و میتونیم اینجا اسمشون رو بگم، اون شاهد که هستن، شاهد این موضوع که من میخوام جنبندی بکنم که برای بیننده ها ساده تر باشه شاید، که این آقای علی چاپاری آدمی است که در سوئیس حساب بانکی کردیت بانک سوئیس باز کرده و به گفته خودش 200 میلیارد دلار از پول فروش نفتی که در دور زدن تحریم‌ها دوره احمدی نژاد به ایران برنگشت و بعد گفته شد 700 میلیارد دلار در مجموع بوده که گم شد، و خودش گفته که 200 میلیارد دلارش رو سپاه از طریق سردار امین شریعتی که حالا عکسش رو لااقل داریم، یکی رو میتونیم دوباره ببینیم، از طریق سردار امین شریعتی که در واقع سازمانده و برنامه‌ریز و شاید کارچاخون اصلا این ماجرا بوده است، سردار امین شریعتی زنده است الان، از طریق او این پول منتقل میشود به سوئیس برای اینکه حدود 200 نفر از فرماندهان سپاه، فرماندهان ارشد سپاه، اگر اوزا به قول اسپانیا چاچبی بشه، اینا بزنن برن بیرون، یعنی مثل اوزا فعلی.
این آقای سردار امین شریعتی فرمانده لشکر عاشورا در جنگ ایران و عراق بود که میگفتن جوان‌ترین فرمانده، الانم با خامنه‌ای دارین میبینین، فرمانده جنگ، و اینجا هم با ابو مهدی مهندس و سلیمانی که خبر مرگ دوتاشون رو شنیدین، و این هم اون که وسط وایساده باز هست که عکس سالمندیشه که مال الان و الان زنده است و در اون دستگاه داره کار میکنه و مسئول نمیدونم سازماندهی بخشی از سازماندهی اربعین بود و اینها در یکی دو سال اخیر. باری خب آقای رضایی عزیز بفرمایید که چقدر از نیروی نظامی و انتظامی امکانه ریزشش هست. همین الان شما درباره بسیج گفتین که خب ریزش آشکاری داشته است که نتونسته بسیج رو بسیج کنه در واقع. خب انتظار ریزش نیروهای سرکوب به طور کلی در این روزها آیا هست یا دیگه اینایی که موندن اون گوشت لخمه در واقع دستگاه سرکوبه؟ ببینید اتفاقی که اخیراً افتاد به نوعی جنبش زنان میشه این رو به اصطلاح گذاشت، یعنی زنها و خانمها بسیار پیشتاز بودن. این خانمها خب همسران مادران و فک و فامیل نیروهای مسلح هم هستن و خوشبختانه فشاری که روی نیروهای مسلح از طریق خانواده ها اومده خیلی زیاد بوده، لذا همین الان هم ریزش هست. یعنی من اینجوری بگم که شورش بعدی احتمالا در داخل سپاه، در اتاقهای جلساتی که وجود داره، در کلاسهای عقیدتی سیاسی اتفاق خواهد افتاد. یعنی نه تنها ریزش بلکه سوالات بسیاری براشون به وجود اومده و اون ایدئولوژی که وجود داشت به شدت ریخته. این باعث میشه که فتح بیداری در بین نیروهای مسلح و نیروهای سرکوب به شدت افزایش پیدا بکنه و انتقاد بسیار زیادی رو نسبت به فرماندهان خودشون داشته باشن که خب جای امیدواری بسیاری داره در تحقق اون آزادی و عدالتی که ملت منتظر هستن. آقای رضایی این سوال ازتون میکنم، خواهش میکنم اگر اطلاع دارید بفرمایید، همینطور که سوال قبلی رو با اطلاع من قبل از اینکه به بیننده ها عرض میکنم، قبل از مصاحبه با آقای رضایی صحبت میکردیم، گفتیم که تحلیل رو بذاریم برای تحلیلگران و بیایم اطلاعات فقط بدیم آن چه هایی رو که نمیدانن مردم، و در نتیجه این پاسخ به سوال اخیری هم که ایشون دادن بر اساس اطلاعات قطعی و ارتباطاتی که دارن که فرمودن در داخل خود سپاه کلاس های عقیدتی که اطلاعات سپاه میذاره کار اصلی ایشون بوده، اعتراضات در اونجا شروع میشه. خب سوال هم این است که ارتش خیلی ها شعار میدن و یا در واقع دلشون میخواد و گفته میشود و در فضای مجازی به ویژه زیاد میبینیم که میگن ارتش چرا نمیپیونده به مردم، آیا اصلا چون این چیزی در ایران امروز عملی است، میتونه اتفاق بیفته؟ اتفاقی که برای ارتش افتاده، ارتش رو چون یک نهاد موازی به نام سپاه هست به شدت محدود کردن. یعنی وظیفه این که بر عهده ارتش گذاشتن فقط حفظ تمامیت ارضی کشور است، در حالی که وظیفه ای که ارتش در اکثر کشورها و دنیا داره حفاظت از در واقع چجوری میگن منافع ملی هست، حفاظت از امنیت ملی هست. وقتی از امنیت ملی صحبت میشه یعنی این که شرایطی که جان انسانها، جان شهروندان اون کشور، جان اون ملت به صورت انبوه در خطر بیفته، ارتش میتونه جلوی این وایسته. در کشورهای مختلف هم شده که نیروهای سرکوبگر انتظامی امنیتی وقتی به شدت دارن با مردم برخورد میکنن، ارتش میاد در طرف مردم قرار میگیره. این سخن چگوارا که پروازی که اسلحه خودش رو به روی مردم میکشه لایق زنده ماندن نیست، این بیشتر در حوزه ارتش کاربرد داره که ارتشی ها بیان و کسانی رو که در برابر مردم اسلحه میکشن اینها رو در مقابلشون قرار بگیره. لذا این اتفاق میتونه بیفته به خاطر اینکه ارتش باید مدافع مردم و تمامیت ارضی کشور باشه. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ دلیلش این هست که مخصوصا 20 سال، یعنی از دهه 80 به بعد که
سپاه وارد اون فضای اون بخش داخلی شد، هر گونه استخدام در کشور رو منوط به بسیجی بودن کرد. یعنی همه نیروهایی که در نیروی انتظامی، در ارتش، در نمیدونم بانک، در وزارتخانه‌های مختلف استخدام شدن، شرطش بسیجی بودن بود. لذا این نیروهای جوان، با اینکه در بین اینها هم ریزش‌های بسیاری هست، با اینکه خیلی از اینها براشون شغل بوده، خیلی از اینها را بر اساس اون عشق به نظامیگری پیوستن، اما به نوعی گزینش شده به نفع حاکمیت هستن، نه به نفع کشور و ملت. به خاطر این در بدنشون این مشکل هست. نمیدونم که تقریبا تمام فرماندهاشون فرماندهان همسوی با سپاه انتخاب شدن و این هم یک عامل محدود کننده است. البته ارتش هنوز هم سربازخانه است، این خیلی مهم هست، چون سرباز همه وظیفه دارن که یک دوره سربازی رو بگذرونن و اتفاقا بر اساس قانون اول باید اون سازمان ارتش پر بشه، بعد به سپاه و نیروی انتظامی بدن. این سربازها خب خود ملت هستن، اصلا خارج از ملت نیستن. در شرایط اضطراری سربازها میتونن با خارج شدن از به اصطلاح در واقع فرار از خدمت، باز کردن بخشهایی از پادگانها، راهکار دادن به مردم، ارتش رو یا بخشهایی از ارتش رو در اختیار مردم انقلابی قرار بدن. خب البته بحث این هست که مرحله انقلاب کی هست، در واقع چه شرایطی باید اتفاق بیفته که اون سرباز یا اون فردی که در حاکمیت هست احساس بکنه که داره انقلاب میشه یا انقلاب شده، فرو شده. خب این بحث جداگانه است. خب نمیخواین بهش بپردازین؟ الان فرصت نداریم، من سوال دیگه رو بکنم، یا همینجا میخواین بهش بپردازین؟ بله اگه سوال باشه خب خدمت شما عرض میکنم. ببینید یکی از چیزای مهمی که در این قیام آدم میبینه همبستگی مردم علیه حکومته. این همبستگی فارغ از تفاوت‌های قومی، زبانی، غیره و غیره و غیره، ملی، ملیتی، هر که هر اسمی روش می‌ذاریم. چون برای مثال عرض می‌کنم که روشن بشه، اوایل انقلاب با دسیسه‌هایی که ملا حسنی و بقیه حکومتی‌ها راه انداختن تو نقده و شهرهای دیگه آذربایجان غربی و کردستان و حتی شرقی، تنشی که بین ترک‌ها و کردها بود بی سابقه شده بود. ولی حالا می‌بینیم که شعار در حمایت از همدیگه میدن، به ویژه شعاری که ما در شهرهای آذربایجان مکرر شنیدیم، در دفاع از کردستان که آغاز اعتصاب سراسری در کردستان با فراخوان احزاب کرد شروع شد و البته اونم خیلی مهم بود که باید یه موقعش پرداخت، که اون نشون داد که احزاب کرد نفوذ توده‌ای بسیاری دارن و با یک فراخوان به اعتصاب سراسری اعتصاب کردن مردم. خب آقای رضایی، اطلاعات جدید از نهادهای سرکوب در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی که کار اصلی شما بوده چیه؟ ببینید یکی از نشانه هایی که میگیم از مرحله اعتراض به مرحله انقلاب داریم گذر میکنیم و شواهدش هست، این هست که آذربایجان به پا خواست. مستحصرید که پس از سال در واقع 85 و اون تأخیرهایی که حاکمیت به صورت سیستماتیک بر علیه آذربایجان کرد، آذربایجان در اعتراضات مرکزگرایانه شرکت نکرد. اما در یک سال گذشته، یعنی سال گذشته، برای دفاع از اون ظلمی که در خوزستان میشد بر علیه ملت عرب و مردمی که اون منطقه بودند شروع کرد، یعنی وارد حوزه میدانی شد و امسال هم در همین قضیه اخیر وارد شد و حتی حمایت و پشتیبانی از کردستان رو سر داد. البته باید این رو خدمت همه ملت ایران عرض بکنم که فعالین سیاسی در آذربایجان یک بدبینی رو به حاکمیت مرکزگرایانه به وجود اومده درشون و متاسفانه هم جمهوری اسلامی داره از این بهره برداری میکنه، هم یک جریان غیر دموکرات داخل ایران، حالا من اسم نمیبرم که به چه مشهور است، اما این جریان هم دقیقا همسوی با جمهوری اسلامی داره اون خواسته هایی که میتونه آذربایجان رو به صحنه بکشونه و در صحنه نگه داره و حامی همه ملت ایران باشه از این داره دور میکنه.
لذا من توصیم این هست که ببینید شعاری که در آذربایجان داده میشه آزادی، عدالت و حکومت ملی است. این شعار به نظر من شعار بسیار به اصطلاح مقدمی هست، بسیار پیشروانه هست و در واقع همه خواستهای ملت ایران در این شعار، یعنی سه مرحله آزادی، عدالت و حکومت ملی قابل تحقق است. لذا به نظر من بایستی روی حرکت ملی که در آذربایجان شروع شده و سالهاست که وجود داره و خواستهاش من جالب هست که اجرای قانون رو از حاکمیت میخوان، این رو بایستی دقت بشه و دامن زده نشه به اختلافاتی که باعث بشه آذربایجان دور بشه از این به اصطلاح جریان انقلابی که شروع شده و به نظر من با اون اطلاعی که من دارم و نگرانی و ترسی که در حاکمیت به وجود اومده از خیزشی که در آذربایجان شده این ادامه دار خواهد بود و انشالله به نتیجه خواهد رسید. آزادی، استقلال، حکومت ملی، منظورتون حکومت سراسریه، حکومت ملی برای کل مجموعه اقوام و تابع دموکراسی باید باشیم، یعنی رأی مردم هرچه که باشد. بسیار رأی مردم ملاک هست. بله، درود بر شما. سرهنگ پاسدار علی رضایی، جانشین پیشین اطلاعات سپاه استان اردبیل که در خدمتتون بودیم، بسیار سپاسگزارم. تاریخ مبارزات دانشجویی که دانشجوها اسم یک ورزشکار، که البته دیگه ورزشکار نیست، تو شعاراشون فریاد میزنن ورزشکار هست ولی هویتش دیگه فقط ورزشکار نیست. علی کریمی رو میگم. یه نمونه بشنوین. چهارشنبه همین 6 مهر دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز. در بین سلبریتی ها علی کریمی جایگاهش رو نه تنها در حمایت از مردم بلکه در حمایت مردم از او داره تثبیت میکنه هرچه بیشتر. چه کرد علی کریمی در صحنه قبل؟ کریمی یک فعال مدنی است که از اعتراضات مردم حمایت میکنه. در صریح سیاسی که قبل از شروع قیام جاری منتشر کرد با اشاره به انقلاب 57 و قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و جنایت کهریزک و کشتار مردم در سال 88 و بعد 96 و 98 و 400 نوشت که دیدین یه سری سال 57 فهمیدن، یه سری سال 67 فهمیدن، یه سری سال 88 فهمیدن، یه سری 96 و یه سری 98، یه سری 1400 و وای به حال اونایی که هنوز نفهمیدن. بعد علی کریمی این برخوردش رو دارین میبینین در همون سال از حضور احمد اینجا در تیم ملی فوتبال، سالی که با مچبند سبز از جنبش سبز حمایت کرد و خب او یک روزه میخوام بگم که و به روایت ایران وایر که ما داریم ویدیوهای از این وبسایت پروپیمون رو پخش میکنیم و بنده خدمتتون نوشته هاشو در واقع بیان میکنم، روایت میکنم، یک شبه علی کریمی علی کریمی امروز نشد. او همیشه با صراحت حرف میزنه. عرض کردم سال 88 به این طرف به ویژه این صراحتش خیلی بیشتر شده و برخوردش هم دیدین دیگه. با One such graduate of the Iranian streets is Ali Karimi, who was recently named Asian Player of the Year. هزینه‌هایی که از جام جهانی قبلی و این جام جهانی گرفتی آقای ساکر، شما یه پولایی رو ریختین به آقای هوشنگ مقدس، درسته؟ تمام چرا نه که شما تمام این مهمتاری انجام شما میتونید آقای
همون موقع بود که تو شبکه‌های اجتماعی درباره معیشت مردم نوشت حالا باید برای یه تیکه نان جان بکنیم. عدالت زمانی برقرار می‌شود که همه مرده باشیم. امان از روز بیروزن، امان از این همه رهزن. بعد در همدردی با مردمی که در نتیجه فساد حکومتی یا با موشک حکومتی کشته شدن نوشت با کشتی سانچی غرق شدیم، با پلاسکو سوختیم، با هواپیمای 752 سقوط کردیم و با متروپول ویران شدیم. نوشته بعدش در شبکه های اجتماعی مستقیماً آخوندهای حاکم و خرافات حاکم هدف گرفت که نوشت میلیاردها تومان خرج میکنیم نذری بدیم و در پایان آرزوی شفای بیماری رو داریم که برای نداشتن پول میمیرد. آخونده تحمل نکرد. شرفی بیت کرده که میلیاردها پول هزینه میکنید برای نظری که همتون جمع بشید یک دونه مریض رو بگید خدا شفاش بده، که این پول بدید اونو درمان کنید، اینقدر میلیاردها پول نظر نکنید. خب فوش این آخوند رو علی کریمی به خودش برگردوند، بهش گفت آخوند دوزاری که به اسم اسلام هر حرف مفتی میزنه. اوج کنشگری علی کریمی زمانی شد که ژینا امینی مهسا به دست پلیس کشته شد. علی کریمی میبینید با انتشار تصویری از مهسا بر تخت بیمارستان از آمدن کاوهی در برابر ضحاک گفت. فشارهای امنیتی علی کریمی بیشتر شد. طبیعتاً با وجود فشار رسانه‌های حکومتی علی کریمی به همراهی با مردم ادامه داد. گفته‌هاش نه تنها ملایم‌تر نشد که حتی ارتش رو به حمایت از مردم فراخواند و نوشت یک وطن منتظر شماست و نگذارید خون بیگناه ریخته بشه. وقتی حمید رسایی نماینده سابق مجلس از آخوندهای بانفوذ در دستگاه‌های حکومتی امنیتی در واقع خواستار توقیف اموال علی کریمی شد، کریمی جواب داد عمری با جون کندن یه خونه درست کردیم، نمیدونستیم خاری میشه تو چشمتون، اگه تونستین بگیرین فدای سر مردمم. این روز علی کریمی محبوب تر شده، انگار او همان سلبریتی مورد انتظار بوده، کسی که نبا جستی از اعتراض بلکه بدون لکنت حرف خود را بزند. پست‌های علی کریمی روی شبکه اجتماعی در حمایت و هدایت افکار عمومی و معترضان به حکومت تا این لحظه ادامه داشته و سعی کرده از سوء استفاده های حکومت از این قیام جلوگیری کنه. از جمله براتون میخونم، در یک توییتش نوشت به بانک‌ها کاری نداشته باشین، به مردم میگه، به زنان چادری و با حجاب کاری نداشته باشین، به قرآن کتاب آسمانی کاری نداشته باشین، به کسایی که همراه شما در این اعتراضات نیستن کاری نداشته باشین، هر کسی به موارد بالا ورود کرد به این موارد با او همراه نشوید که اینها گوشه ای از نقشه هایشان برای شما مردم عزیزم است. نیفتین تو تله حکومت. دوشنبه پیش میدانید که خونه‌شو تو لواسون بلوک گذاری کردن، پلمب کردن، رو حکمی که بر در خونه علی کریمی نوشته شد که این خانه به دستور مقام محترم قضایی تا اطلاع ثانوی پلمب میشود. و علی کریمی این تصویر به این نوشته رو با هشتگ وطنم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. نوشت خانه بدون خاک ارزشی ندارد. بعد سه شنبه سپاه در رسانه‌اش فارس اعلام کرد پلمب کار عوامل خودسر بود، برداشته شد. یه عوامل خودسر دارن حکومت میکنن در ایران از 43 سال پیش. معمولا ببینین، من اینا رو گفتم تا این نکته رو عرض بکنم که معمولا از چهره هایی گفته می شود که از قیام حمایت کردند. خب ما هم میگیم، خب البته به وظیفه ملی و انسانیشون عمل کردند و میکنند اینها که از قیام حمایت میکنند. اونایی که سکوت کردند یا بدتر علیه مردم نوشتند و عمل کردند،
نمونه هایی میگم از چهره های ورزشی: خداداد عزیزی، حسین رضازاده، علی پروین، علیرضا دبیر که حالا رفته از عباس پالیزدار شکایت کرده به دلیل افشاگریایی که ایشون تو این برنامه کرد از علیرضا دبیر، خیال میکنه اوضاع به روال سابق برمیگرده. هیچی مثل سابق نخواهد شد. اون اسناد علیرضا دبیر هم تو من اینو بگم بگذاریم بریم در باره سینماگر، یه سری سند دست آقای پالیزدار، آقای علیرضا دبیر در باره چهار تا ملکی که در اون ماجرای املاک نجومی از شهرداری قالیباف گرفتی و پرونده داری در دادگاه، اگر اوضاع هم طوری بشه تو بتونی بری دادگاه، نتیجهش رو باید ببینی. خلاصه باری بازیگران سینما و تلویزیون که از مردم حمایت نکردند تأسف آور واقعا. محمد رضا گلزار، رامبد جوان، اشکان خطیبی، یوسف تیموری، الناز شاکردوست، ایرج طهماسب، حمید جبلی، صابر ابر، هادی کاظمی، سمانه پاکدل، بهار رهنما، بهنوش بختیاری، جواد رضویان، علی صادقی، سعید آقاخانی، مهران غفوریان، رضا عطاران، فرهاد اصلانی، اصغر عبدی، محمد رضا هدایتی، محمد رضا شفیعی جم. یه عده مثل شریفینی ها و فخیمزاده هستن که در دیدار با پیشوا همیشه دلشون قنج میرفته، کسی از اون اصلا انتظاری نداره که حتی در این بزنگاه ها از مردم حمایت کنن. ببینین نکته اینجاست که هیچ کدوم اینایی که من خدمتتون عرض کردم نه آدم های مذهبی هن، نه معتقد به شعار دینی یا اون مقررات و امر و نهی که حکومت برای همه مردم گذاشته. دستبوسی رهبر فقط براشون موقعیت و پول تولید میکرد و میکنه، حالا رهبری که نیست. اینا قبل از انقلاب هم اینجوری بودن، الان هم اینجوری هن. اینا هاشون قبل از انقلاب بودن ببخشید مثل فخیم زاده یه نمونه مثلا ببینین دیگه، قبل از انقلاب هم اینجور بودن. اینا اگه افشا نشن امروز، فردا هم باز رنگ موقعیت جدید میگیرن تا آبگوش تا عرقشون رو بخورن. حالا فارغ از جک و جوانای سینما و هنر بعد از انقلاب، واقعا نمیدونم در این پایان برنامه چجوری بگم که چقدر تأسف آوره که آدم توی همچین موقعیتی باید دنبال نویسندگان بزرگ بگرده و ببینه که آیا از قیام سراسری مردمشون حمایت میکنن یا نه. استاد محمود دولت آبادی کجاست؟ و آدم باید دنبال فیلمسازان مهم بگرده. استاد داریوش مهرجویی کجاست امروز؟